شاید همه اینا عواقبه گناهه، اما من گناهکار نبودم. نه، مادر بودن گناه نیست. من فمینیست نیستم. اصلا به نظر من تاکید زیاد بر عدم تفاوت بین زن و مرد خودش نشون دهنده اینه که ما اعتقادی به برابری اونا نداریم. اصلا به نظر من یه جریان کاذبه که طبقه تحصیل کرده ما تو ایران را انداخته. فکر می‌کنم برات جالب باشه که بدونید در بعضی از موارد خود مردا سردم داره این قضیه. نه، من به همون اندازه که با مرد سالاری مخالفم، با زن سالاری هم مخالفم. خب، یعنی به اعتقاد تو هیچ تفاوتی بین زن و مرد تو جامعه نیست؟ ببینید خانم رفعت، مشکل اینجا نیست. مشکل اصلی قانونه که بین زن و مرد تبعیض قائل شده. سال پیش من 18 تا پرونده هزانت داشتم که 16 تاش به نفع مردا تموم شد، چون قانون اوناست. اگه تو جای موکلی باشی که توی همچی شرایطی قرار داشته باشه چی کار میکنی؟ همین چیزو تموم شده نمیم. بفرمایید. شما خانم شرطا تدیون هستین؟ بله، بفرمایید. دست مریضا، ناز شست. بالاخره یکی پیدا شد حرف دل ما رو بزنه. اجازه دارم بیام تو؟ من عاشق زنای گردن کلوفتم. هر کی که باشه، هر جا که باشه. ولی من زن گردن کلوفتی نیستم. منم منظورم از گردن چیزای دیگه است. ممنونم از لطف شما، اما ساعت کار دفتر من تموم شده. شما بس کن شرزاد خانم. یعنی نشناختی منو؟ من شهرم، شهره نامی، یادت اومد؟ نه. هی بابا، 11 سال پیش خیابون هدایت، خیابون یخچال، همسایه دیوار به دیوار بودیم. ناهید خواهرت خوب یادشه؟ یادم اومد. سه تا خواهر خوشگل بودیم. همان که تو محل شما رو میشناختن. تو کدوم یکی بودی؟ همونی که از همه خوشگل تر بود. مطلقم گرفتم. خب، چه کاری از دست من برمیاد؟ کار خاصی نداشتم، فقط اومده بودم ببینم با هم یه گپی بزنیم. همین اتاق من اونجاست. بیزنس لوازم آرایش میکنم، از فرانسه وارد میکنم، اینجا پخش میکنم. کریسندیو، لورال، چیزایی از این قبیل. البته مدتی کارم گیر افتاده، با یه بابایی که یه کارایی از این قبیل میکرد شریک شدم. 7-8 میلیونم رو بالا کشیده، هیچ مدرکی هم ازش ندارم. چرا این کارو کردی؟ خریت محض. یه رابطه داشتیم که بهش اطمینان کردم. حالا دنبال یه راهی هم که پولم ازش پس بگیرم. میتونی بهم کمک کنی؟ فکر کردم تو میدونی که من تو چه زمینه کار میکنم. ای بابا، زمینه زمینه است دیگه. حتما که نباید شوهر رو طلاق بگیره به بند باشه که. ببین، من بخوام خودم میتونم با 2 شماره یارو رو پول بکنم، ولی نمیخوام. به درد سرش نمیارزه. یه دفعه گیر افتادم، این دفعه میخوام قانونی برم جلو. یعنی چطوری؟ ببین شهرزاد، طرف کلوبه بیشتر ارباب رجوع من زنا بودن. حرف زدن با اونا و شنیدن مسائل و مشکلاتشون برام جالب بود. زن بودن من باعث میشد که اونا خیلی راحت با من درد دل کنن. حتی گاهی خودشون رو ملزم میدونستن همه چیزو به من بگن، چیزایی رو که کمکی به کار وکالتشون نمیکرد. با این حال قبول هر پرونده برام دشوار بود، حتی از جانب شهره که یه آشنای قدیمی بود. توقعی که اون از یه وکیل داشت مثل بعضیای دیگه توقع قانونی نبود. من باید خدمت این یارو برسم که دیگه از این غلطا نکنه. تو اگه ببینیش به من حق میدی. خیلی دلم می‌خواد یه کاری برات بکنم، ولی متأسفانه نمیتونم. عیبی نداره. همین که اومدم دیدمت خوشحال شدم. ولی رو حرفام فکر کن. حق وکالت رو شیرین میدم. یکم تمرین کنی میتونی. خب تعریف کن ببینم از خونه چه خبر؟ خوبه. درسات چطوره؟ خوبه. فقط ماما خیلی دارم برای تنگیز. خوبه.
دیدم داری. نه زور که میان در باز میگن میرن خونه، ولی بابام که نیست. یه بابات که میاد؟ چهار پنج. پنج پس تو تا موقع چی کار میکنی؟ میرم مشام مینویسم، بعد که کار مشام تموم شد میرم تلویزیون نگاه میکنم یا میرم بازی میکنم. بابا زنی نزن. سلام. سلام بابا. سلام عزیزه. بابا امروز کار که بازی کردی؟ کاری کردم. چه بازی؟ اسکن فقط چند دفعه با بزن دوستان کمکم کردن که بلند بشم. از من خوردی؟ نه. آفرین. چی خوردی؟ کباب؟ نه. اسکیت رو هم چند بار دیگه بری تمرین قشنگ یاد میگیری. با میشه شما یه بار منو ببنیم؟ آره عزیزم وقت کنم میبرمت. الان برو لباسات در یه دوش بگیر. الان نه. ما جون برو یه دوش بگیر. حسابی عرق گرفت. نینا سب کن. باید قنده تو تست کنم. الان نمیخواد. شب خودم تست میکنم. نه بابا بزن ماما این کاری بابا. گرده. خیلی باید مراقب نیما باشی. اصلا رژیمش رو رعایت نمی‌کنه. چرا رعایت؟ چنده؟ 170. دیدید گفتم. به خاطر اینکه من ازت مراقبت کردم. نوشابه نخوردی، شیرینی شکلات نخوردی، قندت اومده پایین. حالا نوشابه میخورم، شیرین شکلات هم میخورم. برو پدر سوخته. لباسات هم تو همون درار. مامان هستید تمام بیام؟ آره ازم. برو تو سرما میخوری. شب تستش کردم قندش 250 بود. خیلی بالاست. تقصیر خودشه. هر چی سفارش میکنم گوش نمیده. سفارش فایده ای نداره. باید مراقبش باشی. هستم. اینکه بچه رو از ظهر تا غروب تنها میذاری تو خونه کار درستی نیست. دیگه عادت کرده. مشقاشو مینویسه، کاراشو میکنه. نیما دیگه مردی شده واسه خودش. منم که میدونی چرا سرم شلوغه. جمعه هم سر کارم. پس چطور امروز خونه ای؟ خب امروز فرق میکنه. قهوه میخوری؟ آماده کردم. نیما هنوز بچه است. روی موضوع فکر کن. یکی دو تا از دوستام یه مشکلی براشون پیش اومده. یه دعوای حقوقی. دنبال وکیل میگردن، منم تو رو بهشون معرفی کردم. گفتم اگه فرصت داشته باشی شب بگن بیان تو هم باشی. همین کارهایی که دستم رو به یه جایی برسونم رو نکردم. اصلا وقت ندارم. حالا میخوای باشون یه صحبتی بکن؟ مشورتی، راهنمایی؟ نه نمیتونم، وقت ندارم. نیمان خوشحال میشه امشب اینجا باشی. شام نمیتونم. یعنی تحمل من اینقدر سخته؟ تو بس چی روزه که بچه پیش تایی میبری این برامر میگردیش؟ خب بچه از تفریح لازم داره. بعد عادت شده دیگه تو خونه بند نمیشه. هی بهونه میگیره. نمیدونم چه اصراری داریم بچه‌م مثل خودت کسل و بیروح بار میاد. باز میخوای نیما رو بهونه کنی هر چی دلت خواست من بگی ها؟ اصلا بچه‌ی خودمه، هر جور دلم بخواد بارش میارم. تو اگه نیما برات مهم بود نیما که نیما رو بهونه کنی حرفی تکراری بزنی. آره، حرفم تکراریه، همیشگیه. 100 دفعه دیگه میگم تو اگه نیما برات مهم بود کار ما به اینجا نمیرسید. اتفاقا چون نیما برام مهم بود این کارو کردم. که اینجوری آواره و سرگردون بشه؟ بهتره که تو جنگ و دعوا بزرگ بشه.
اصلا میدونی چیه؟ تکلیف من و تو باید همین امروز روشن شه. تکلیف ما روشنه. دادگاه به من اجازه داد هفته دو روز بچه‌مو ببینه. دادگاه. من اگه نخوام نمیذارم بچه‌تو هفته دو روزم ببینی. نیما رو وسیله کردی که من آزار بدی. خب برگرد سر خونه و زندگی تقصیر خودته. ببین دو مرتبه شروع نکنی. شهرزاد چرا متوجه نیستی؟ تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی؟ یعنی واقعا نمیخوای برگردی؟ نیما هم پدر میخواد هم مادر. میخوای بفهمی؟ تموم شد. دیگه همه چیز تموم شده. اما برای من تموم نشده. از این به بعد اگر میای تو این خونه باید برای دیدن هر دوی ما باشه. اگه من اینجا اگه میام تو این خونه فقط به خاطر نیماست، وگرنه حاضر نیستم حتی یه لحظه ببینمت. برخوردهای حسام چیز تازه‌ای نبود. هر بار که برای بردن یا آوردن نیما به اونجا می‌رفتم انتظارشو داشتم. وقتی حسام پذیرفت که از هم طلاق بگیریم مطمئن بود زمانی نمیذاره که من به خاطر نیما دوباره به اون خونه برمیگردم. اما هر چی زمان می‌گذشت اون پی می‌برد که خطایی که کرده بود از جانب من قابل بخشش نیست. خطایی که غیر از خودش و من هیچ کس درباره‌اش چیزی نمی‌دونست. منم هیچ وقت برای کسی نگفتم. چون احساس می‌کردم با گفتنش فقط تحقیر خانم مینایی چند بار بهت بگم برای من میخوای قرار بذاری بین 3 تا 6 بعد از ظهر بذار. ساعت 10 بابام داد و از اونجا بخوام زود زود خلاص بشم میشه زود 12. سلام. شما برای بعد از ظهر باش قرار بذار. کی اومدی؟ یکی دو ساعتی میشه. با شما نبودم. کجا بودی؟ خونه خانم عزودی. سفره ابوالفضل داشتن. اینم برای نیما آوردم. مرسی. شما با خانم نظری تماس بگیرید. بگید برای دادگاه فردا حتما یه مدرکی بیاری که ثابت کنی شوهرش اخراج شده. بله خانم، مرسی. خداحافظ. جناب قاضی، اما مدارکی که من تهیه کردم گویا اینه که این آقا تمام این مدت و شهرستان نیست. ازدواج مجدد کرده. هیچ کدوم از اقوام و نزدیکانش هم از این قضیه با خبر نیستن. الان بچه پیش کیه؟ کی از این مراقبت میکنه؟ پیش مادر بزرگشه، مادر این آقا. یه پیرزن علیله که افتاده گوشه خونه. خیلی خوب. شما با توجه به این شرایط فعلی نمیخوای رضایت بدید بچه پیش مادرش باشه و اون بزرگش کنه؟ نه خیر آقا، من تا زنده ام نمیذارم بچه‌ام پیش این خانواده‌اش باشه. آقای قاضی، الان بحث رضایت یا عدم رضایت این آقا نیست. این آقا صلاحیت نگهداری از این بچه رو نداره. چرا خانم نمیخواید قبول کنید؟ متاسفانه دلایل و مدارک موجود در پرونده برای رد صلاحیت پدر اصلا کافی نیست. چطور کافی نیست؟ این آقا اصلا بالا سر بچهش نیست. بهتره یه بار دیگه شما این پرونده رو مطالعه کنید. خوندم خانم. هیچ دلیل محکم پسندی تو این پرونده برای گرفتن فرزند از پدر نیست. مگر اینکه خودش راضی باشه که میبینید به هیچ صلاحیتی هم مستقیم نیست. به خدا اگر آقای قاضی من امروز با بچه‌م نرم خونه خودمو میندازم زیر ماشین. آروم باشید خانم. بچه مال منه. من نمیذارم شما حکم دیگه بدی. این خانم نازو دادگاه رو هم زده. خدا خیلی خوب میکنین. نمیرم خانم. من میرم بچه‌م نمیرم. من بچه‌مو میخوام. ولی شما من بچه‌مو سلام خانم خلاصه. خسته نباشید. احسانی هستم از دفتر دنیای زن. الان راحتی که میشنه. بله الان گرفتم. اگر مدفرم یه مصاحبه کوتاه خانم تدیم، چرا یه همچین پرونده هایی که پایانش مشخص و امکان حرکت مثبتی برای موکلتون نیست قبول میکنید؟ برای حق الوکاله است؟ اصلا اینطور نیست آقای قاضی. این زن به کمک من احتیاج داره. من شرایطش رو درک میکنم. منم شرایطش رو درک میکنم. فکر کنم من از شما بیشتر راغب باشم که خودم محدود به این کتاب قانون نکنم. تو چنین دادگاهی گاهی احساس میکردم که از خودم دفاع میکنم، چون شرایطی مشابه با موکلینم داشتم. هر بار که نیما رو میدیدم سعی میکردم تمام این مدتی رو که از هم فاصله داشتیم جبران کنم. کمبودایی که در دوری از من داشت و کوتاهیایی که پدرش در این مدت میکرد. اما واقعیت این بود که هفته یکی دو روز برای این همه خیلی کم بود. چقدر نمره دیکتت پایینه؟ شما از کجا دادی؟ داشتم کیفتو مرتب میکردم دیدم تقصیر معلم همونه.
که بدون اینکه به همون بگه شروع میکنه به دیکته گفتن. مگه بابات با دیکته کار نمیکنه؟ بعضی وقت. چقدر بالاست. دیشب چه ساعتی انسولینتو زدی؟ دیشب نزدم. چرا؟ بابا دیشب دیر اومد گفت لازم نیست بزنی. تستم نکرد؟ نه. تو نمیخواد به من یاد بدی. من خودم بهتر میدونم که باید نیما رو تستش کنم که آیا انسولینش بزنم. آخه تو بدونی که تستش کنی از کجا میفهمی که اون احتیاج به انسولین داره یا نداره؟ تو همیشه با نیما نیستی. اما من که دائم باهاشم از حالتش میفهمم. اون فقط وقتی حالتش غیر عادی میشه که یا قندش خیلی پایین باشه یا خیلی بالا. اون وقت هم دیگه فهمیدن تو به هیچ دردی نمیخوره. صدات بیار پایین. از به بعد هر شب خودم برای تست نیما میام. مثل اینکه متوجه نیستی. تو فقط هفته یه روز میتونی نیما رو ببینی. قبل از اومدن زنگ میزنم. حتما، چون ممکنه خونه نباشی. تو داری با من لج میکنی یا نیما؟ بفرمایید. سلام. ببخشید من مزاحم شدم. خواهش میکنم. سلام علیکم. با خانم من که آشنا هستی؟ بله، ارادت دارم، قبلا خدمتش رسیدم. ببخشید. اگر ممکنه من از این فکس کجا سیدید از اصفهان؟ اصفهان؟ آره. بده تایپ شد آقای امامی امضا کنه بعد بیرون بشیم. ببخشید خانم. ببخشید خانم. هنوز به همکارا نگفتیم ما از هم جدا شدیم. البته اگه قرار بود بگی که باید همه چیزو میگفتی. نگران موقعیتت هستی؟ موقعیت من با این چیزا خراب نمیشه. تو به فکر خودت باش. بذار حرف آخرمو بهت بزنم. حالا که نیما پیشته سعی کن درست ازش مراقبت کنی. چیه؟ تو مثل اینکه این شغل وکالتت خیلی اعتماد به نفس کاذب بهت داده. نه، این مرد بودن توئه که بهت اعتماد به نفس کاذب داده. الو نیما جان، نیما گوشی بردار. نیما، خب انگار خونه نیستید. من زنگ زده بودم که بیام اونجا. حالا دو مرتبه تماس میگیرم. به پدر و مادر خود نیکی کنید. روزی یکی از یاران امام صادق علیه السلام به آن حضرت گفت: بله بله بفرمایید. ببخشید شما؟ گوشه خدمتتون. الو؟ بله؟ چی شده؟ خانم شما بیرون باشید. من مادرشم. میدونم شما بیرون تشریف. تو که حالش چطوره؟ حالش خوبه، مشکلی نیست. دکتر داره معاینه‌ش می‌کنه. سلام. چه شده؟ ما خیلی حالش بده. مشکلی نیست. شما پدرش هستید؟
قندش رفته بود بالای 300. یه شوک دیابتیکه. یه چند ساعتی استراحت میکنه، میتونیم بعد از ظهر ببریمش. مرسی دکتر. بی‌دقتی میکنی و ازش مراقبت نمیکنی. حرفم که بهت میزنم موضع میگیره. قبول کن که گرفتاری و فرصت نداری. تو داری؟ آره، من مادرشم. شهرزاد، تو باید برگردی خونه پیش شوهرت، بالا سر بچه‌ت. نمیتونم مادر، چند بار بهت بگم من دیگه نمیتونم برگردم به اون خونه. آخه این اسحاق بیچاره چه تقصیری کرده؟ چه گناهی داره که این کارو باهاش میکنی؟ لااقل بگو من بفهمم. الان که وقت این حرفا نیست، پسر داشت از دستم میرفت. خوابم شم میری سب میکنم تا بگوش. بچه تو زندگی از هیچ چیزی شانس نیست. شهرزاد بیا دوباره سعیمونو بکنیم به خاطر نیما. ببین حسام، نیما تو چنین شرایطی به مادر احتیاج داره. تو نمیتونی ازش مراقبت کنی. رضایت بده بیاد پیش من. دیگه به من فکر نکن، به نیما فکر کن. شو گفتم این آخرین باریه که ازت میخوام رضایت بدی. این کار نمیکنم. همون روز تصمیم گرفتم نیما رو به هر قیمتی که شده از حسام بگیرم. ادامه این ماجرا از نظر روحی و جسمی به نیما لطمه میزد، چیزی که احسان به خاطر خودخواهیایی که داشت اصلا متوجهش نبود. نیما براش حکم گروگانی رو پیدا کرده بود که میخواست به واسطش منو به خونه برگردونه، اما این حق من بود که ما مردی که دوستش ندارم نخوام زندگی کنم. خب بفرمایید کارتون چیه؟ میخواستم راجع به یه پرونده با تو مشورت کنم. زن و شوهر از هم جدا شدن، پسر بیماری دیابت داره، باید ازش مراقبت کامل بشه، اما پدر داره سهل انگاری میکنه. بعد از طلاقم اوضاع تحصیلی پسر کاملا به هم ریخته. البته این رابطه معقولی بین وکیل و قاضی نیست. خب بفهم بشینید. میخوام روی این دو مورد عدم مواظبت کار کنم. موکلتون کیه؟ خودم. اشکال نداره، شما تقاضای تشکیل جلسه دادگاه رو کنید، مدارکتون رو ارائه بدید. دادگاه رسیدگی میکنه، حالا چه من باشم چه همکار دیگم. البته حرف و دفاعیات پدرم مهمه. نیما خیلی باهوشه، بعضی روزا موقعی خیلی خوبه میگیره، ولی اغلب عکسش اتفاق میفته. دقیقا مثل حالت و رفتار خودش. گاهی خیلی شوخه. مدارکی که از مدرسه و بیمارستان تهیه کردم خیلی میتونست به من کمک کنه. حسام اصلا وظایفی رو که در چنین شرایطی به عهده پدر یا قیم بچه است به جا نمی آورد، و این چیزی نبود که دادگاه به سادگی از اون بگذره. دادگاهی که این بار وکیل و موکلش یه نفر بود. من میخواستم بر اساس همون قانونی که بچه‌م از من گرفته بود با حسام مقابله کنم. اتکای من به تبصره‌ای بود که قانون حضانت داشت. در صورت عدم مراقبت صحیح پدر از فرزند، قانون سرپرستی فرزند رو به مادر خواهد سپرد. شهرزاد. سلام. سلام خانم وکیل گرفتار. ما رو گرفتی، خرجی هم نمیدی. میگی زود بیا. زودم که میام داریم میریم. مگه ما با هم قرار داشتیم؟ بله، قرار شد جواب بدی.
نه نمیتونم، به فکر یه نفر دیگه باشه. ببین اینی که اون روزم گفتی قرار شد فکراتو بکنی بگی بله، نه که فکراتو بکنی بگی نه. من خیلی گرفتارم، الانم عجله دارم، دارم میرم. حالا کجا میخوای بری؟ میآورم. خب من ماشین ندارم، منم با تو میرم. حالا تو چی شد اومدی سراغ من؟ بالاخره هر چی باشه بچه محلمون بودی. اگه تو شرایط دیگه بودم حتما سعی می‌کردم کمکت. اما الان خودم انقدر مشکل دارم که نمیتونم هیچ کاری براتون کنم. اگه مالی حلش میکنم. نه مالی نیست. نکنی میخوای طلاق بگیری؟ نه یه دعوای حقوقی دارم. باوزم که لفظ قلم صحبت کردی. از چه نوعش؟ سر بچه‌ست با شوهر سابقم. میخوای بگیری یا بدی؟ بگیرم. دل خوشی داری. من از مرج من رو دستی یاد خوردم، همشون سر رو دهی کرد. اصولا موجودات مزخرفیه. چی اینطوری فکر نمی کنی؟ نه خانم وکیل شدی ها، ولی تجربه زندگی تروس خیلی. نمیای تو من یه چیزی بخوریم؟ باشه یه وقت دیگه. من منتظر تماسم. رو کمکت حساب کردم. ببینم چی میشه. پس میبینم. خداحافظ. خداحافظ. دادگاه قبل موقع طلاق به قاضی گفتم که بچه من وضعیت خاصی داره، به من نیاز داره، اما نپذیرفت. حالا مدتی از جدایی ما میگذره و وضعیت بچه من داره روز به روز وخیم‌تر میشه. من هیچ وقت در نگهداری پسرم کوتاهی نکردم. همین چند وقت پیش پسرم از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. چند ساعت توی کما بود. میدونین به چه علت؟ به خاطر اینکه پدرش یادش میره انسولینش رو به موقع بزنه. برای بچه‌ای که دیابت داره این وضعیت پیش میاد. قبل از جدایمون هم اون موقعی که هر سه نفر اون زیر یه سقف بودیم دو سه بار این اتفاق افتاد. مدارک بیمارستان تماما زمینه پرونده است. ماجرای بیمارستان باعث شد که از این به بعد بیشتر مراقبش باشم. حتی اگه لازم باشه براش پرستارم میگیرم. وضعیت تحصیلی اون روز به روز بدتر میشه. علاقه به درس نشون نمیده. اصلا وضعیت روحی خوبی نداره. نیما بچه بازیگوشیه. اهمیت درس و مشقش رو میدونه اما باید پیوسته بهش یادآوری کرد. جناب قاضی این پرونده گزارشیه که راجع به وضعیت درسیش تهیه کردم. آینده پسرم برای من مهمه. میخوام درسشو بخونه. اگه لازم بشه براش معلم خصوصی میگیرم. آقای قاضی اینا راه حل نیست. وضعیت بد روحی نیما به خاطر مسئله طلاقه، چیزی که من هیچ وقت موافقش نبودم. اما مادرش با علم به این که بچه قانونن پیش من میمونه این کارو کرد. قانونی که بدون توجه به مناسبات یک خانواده، بدون توجه به احساسات و عواطف آدم حکم صادر میکنه اشتباهه. شما نیومدین اینجا راجع به قانون نظر بدید خانم. ولی وقتی اشکال داشته باشه باید متوجهش باشیم. دادگاه رو متشنج نکنید خانم. بفرمایید بیرون، صداتون هم بیارید پایین. به موقعش صداتون میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. با وجود نفوذی که حسام داشت و قانون یه طرفی که برای هزانت وضع شده بود، بعید میدونستم که دادگاه بر علیه من رأی بده. خانم تدیون، آقای پورمند، بفرمایید. دادگاه پس از شنیدن صحبت‌های خواهان و خوانده، مادر و پدر کودک و همچنین پس از بررسی مدارک موجود، آنها را برای رد صلاحیت پدر در نگهداری از فرزند کافی ندانست و ضمن توصیه مراقبت بیشتر پدر از فرزند، بار دیگر هزانت نیما پورمند را به پدرش
حسام پورمند واگذار می کند و سلام. عزیزم یه کار فوری براش پیش اومد، نتونست خبرت کنه. الان کجا بری؟ تو کجا دوست داری بری؟ میخوای بریم اول یه دوری بزنی بعدم شب بریم خونه مادر بزرگ؟ باشه. سلام علیکم، با آقای پورمند میخواستم صحبت کنم. گوش خدمتون باشه. آقای پورمند، تلفن با شما. خانم طلایان هست. مرسی، بس کنید. پیگیری کنین خبر ترخیصش رو بگیرید. چشم آقا. الو. الو. سلام شهرزاد. حسام. خوب گوش کن ببین چی میگم. نیما پیش منه. چی شده؟ زور از خونه آوردمش. اگه میخوای ببینیش باید رضایت بدی بیاد پیش من. یعنی چی؟ این چرت و پرتا چی میگی؟ همین الان نیما رو میبری خونه؟ فکر میکنم باید دوباره جمله رو تکرار کنم. رضایت میدی نیما رو میبینی؟ مسخره بازی در نیار شهرزاد. دادگاه تکلیف ما رو روشن کرده. خیلی خوب، پس از این بعد هر اتفاقی که بیفته مسئولش خودتی. میفهمی چی میگی شهرزاد؟ تو با این کارت خودتو با قانون طرف میکنی. مهم نیست، مهم اینه که از این به بعد نیما باید بیاد پیش من. فکر کردی به همین سادگیه؟ زیر سنگم بری پیدات میکنم. آره تو آدم لجبازی هستی، اما یادت نره من از تو لجبازترم. گوش بده ببینم چی میگم. همین امشب رو بهت فرصت میدم، نیما رو فوری برمیگردونی خونه. تو هم فقط همین امشب رو فرصت داری که راجع به حرفایی که زدم فکر کنی. دوباره با تماس میگیرم. الو، الو. خونه من فقط هفته دو روز. خب منم میخوام با تو باشم، میخوام با تو که پسرم به زندگی کنم. تو اینطوری نمیخوای؟ چه؟ همه این کارو به خاطر همین. مامان نمیشه شما با هم قرار باشی با هم حرف نزنی ولی هر سم توی یه خونه باشیم؟ نه نمیشه. میدونی چرا؟ چون بابات میخواد فقط تو با اون باشی. تو هم نمیخوای؟ نه. پس باید کمکم کنی. ببین اگه باباتی مدتی تو رو نبینه شاید دست از لجبازی برداره، اون وقت برای تو میتونیم اونطور که دلمون میخواد با هم زندگی کنیم. اون وقت مدت کجا میریم؟ یه جایی که بابات نتونه ما رو پیدا کنه. مدرسه چی؟ فعلا یه چند روزی مدرسه نمیریم، با معلمات صحبت میکنم نمیذارم از درس آدم هم بیاد. قبول؟ قول میدی خسته نشی؟ تا کی؟ تا وقتی که به منظور اون برسیم. ولی بهت قول میدم که تو نکشه. باشه؟ باشه.
نیما جان بیا بریم. نیما ظاهرا حرفای منو پذیرفت، اما اینکه تا کی میتونه با این وضعیت کنار بیاد برام قابل پیش بینی نبود. یه حسی به من میگفت کاری رو که شروع کردم به این زودی به آخر نمیرسه. شهرزاد فکر کرده با این کاراش میتونه منو وادار کنه رضایت بدم، اما اشتباه میکنه. صد دفعه گفتم اگر نیما رو میخواد، اگه بچه براش مهمه، باید برگرده سر خونه و زندگیش. هیچ راه حل دیگه‌ای هم وجود نداره. اما نگران بچه نیست، میخواد منو خوردم کنه، میخواد شکستم بده، اما من نمیذارم. ساعت 12 شب معلوم نیست کجا. من اینکه شهرزاد کجاست یا چیکار میکنه اصلا برام اهمیتی نداره، اما من نگران بچه‌م هستم. نیما هر جا باشه با شهرزاده، اون مراقبشه. مثل که یادت رفته نیما پسر شهرزادم هست. خانم تدیون، شما باید یه کاری بکنید. این مشکل باید حل بشه. نمیشه که شهرزاد هر کاری دلش خواست بکنه. حسام عزیز من، انقدر موضوع رو پیچیدش نکن. شهرزاد نیما رو میاره میده به تو. حالا امشب نشد فردا. شهرزاد رو من میشناسم. اتفاقا قضیه خیلی هم پیچیده است. میخواد نیما رو از من بگیره. همین امروز با تلفن به من میگفت تا رضایت ندم بچه‌مو نمیبینم. ببین حسام، حالا اون یه کاری کرده، یه اشتباهی کرده، تو چرا اینقدر داری شلوغش میکنی؟ حسام اگر تو خونسردی تو از دست بدی، موضوع از اینی که هست خیلی بدتر میشه ها. تو وضعیت منو نمیفهمی، برای اینکه بچه نداری، زنت هم ترکت نکرده. من اگه الان کوتاه بیام همه چیزم از دست میدم. فقط همین امشب رو فرصت داره، وگرنه من... الو شهرزاد، این کار تو چه معنی میده؟ حرف نزن، گوش کن ببین من چی میگم. همین الان هر جایی که هستی نیما رو ور میداری بیا اینجا. ببین شهرزاد، حسام اینجاست، زود بیا، باید با هم بشینیم صحبت کنیم. باشت. الو شهرزاد، الو الو، فقط یادتون باشه اون شروع کرد. شب امن‌ترین جایی که داشتم خونه خواهرم ناهید بود، ولی هر جا که میرفتم باید برای کاری که کرده بودم توضیح میدادم. ببین تو نمیتونی نیما رو به زور از حسام بگیری، باید با هم به یه توافقی میرسیدین که نرسیدین. حالا هر جور هست باید با این شرایط کنار بیای. نمیتونم. نمیتونی؟ خب صبر داشته باش، شاید پس فردا کم آورد، نتونست نیما رو آورد تحویل تو داد. من اونو میشناسم، من با اون زندگی کردم. حسام از روی لجبازی هم که شده هیچ وقت این کارو نمیکنه. تو از روی لجبازی بچه دزدی میکنی، کدومش درسته؟ بچه دزدی کدومه؟ اون پسرمه. چه فرقی میکنه پسرت باشه؟ به هر حال تو اونو دزدیدی. من همین الان تلفن میکنم و حسامو از نگرانی درش میارم. تو هم خواهش میکنم نیما رو فردا صبح ببر بهش بده. من این کارو نمیکنم، من تصمیم خودمو گرفتم. شهرزاد اون کار تو احمقانه است. هر چی میخوای اسمشو بذار. تو اصلا نمیفهمی داری چی کار میکنی. خودم الان نیما رو برمیدارم میبرم. نمیذارم دست به نیما بزنی. بیدار شدی پسرم؟ ما آرامش شما رو به هم نمیزنیم. فردا از اینجا میریم. حسام به
اندازه کافی من خانواده‌مو تهدید کرده بود و لحظه به لحظه مهلتی که داده بود داشت به پایان می‌رسید. برای اینکه بفهمم می‌خواد چی کار بکنه باید صبر می‌کردم. اون هیچ وقت آدمی نبود که بشه پیش بینیش کرد. آقا دستور من جای دادگستریه. قانون مجازاته. به هر حال میشه حکم جلب همسر صادقتون رو صادر کنم. به خاطر اینکه خلاف قانون عمل کردن. اما یه توصیه بهتون می‌کنم. به احترام مادر بودنش باشون صحبت کنید. متقاعدشون کنید برگردن. عرض کردم فایده ای نداره. اون انگار آب شده رفته تو زمین آجاقا. خانواده‌اش هم هیچ اطلاعی ازش نداره. من نگران سلامتی پسرم هستم. میترسم بلایی سرش بیاد. بسیار خوب. حالا که خودتون اصرار دارید من حرفی ندارم. من می‌نویسم به شعبه شماره 5 آگاهی که موضوع رو ان شاءالله هر چه سریع‌تر حلش بکنم. یه پرونده آدم‌رباییه. زنی که حدود یک سال از شوهرش طلاق گرفته برای گرفتن حضانت پسر 7 ساله‌شون رو دزدیده و شوهر سابقش رو تهدید کرده که اگر رضایت نده بچه پیش اون باشه دیگه هیچ وقت نمیذاره ببینتش. عکس مادر و بچه زمیمه پرونده است. در ضمن آقای پوربند رو که شاکی هستن حاج آقا محمدی معرفی کردن. مردم چند وقت؟ 2 روز. حالا چیه؟ شکایت داری؟ مرد خودت هیچ نشونی ازش پیدا نکردی؟ نه. عراسون نباش. بچه پیش مادرش. ببخشی جناب سرهنگ، به هر حال باید شما این حکم رو اجرا کنید. همکارم پیگیری های لازمون میکنن، اما من میخواستم شما شخصا این کار رو انجام بدید. من تا چند روز دیگه بازنشسته میشم، زیاد اینجا نیستم. فرقی نمی کنه، من زیر نظر جناب سرهنگ کار میکنم. یعنی چی؟ این آقا اگه رئیس این بخش باید به مشکلات مردم برسه. اگر مریض و حال نداره پس اون اومده سر کار. نگرانی شما بیبرده. هر جا رفته باشن همین یکی دو روزه پیدا شد. من نگران سلامت پسرم هستم. اون بچه بیماری قند داره، باید زیر نظر پزشک باشه. شما چرا متوجه نیستین؟ زن من به خاطر لجبازی با من دست به این کار زده. اون میخواد بچه‌م از من بگیره. به این سادگی نیست. من بکت قانون داره. چیکار است؟ با شما کی؟ خانم سابقت. وکیله. وکیل دادگستریه. از اهل قانونه. الو الو آزیتا جان. الو آزیتا سلام، چطوری؟ شهرزادم قربانتو، مرسی. بابا خبری ازت نیست. قربانتو چیکار میکنی امروز بعد از اون؟ میخواستم میام یه سر بهت بزنم. الو الو آزیتا، الو الو، ببینم اونجا چه خبری، چنقدر سر و صدا میاد. آه مهمون داری؟ خیلی خوب عزیزم، پس مزاحمت نمیشم. آره یه وقت دیگه ایشالله سر فرصت. آره قربونتو، مرسی، خداحافظ. به هر حال قانونه، اماکن ایراد میگیره. آقای محترم شناسنامه پسرم همراه نیست، اما اسمش توی شناسنامه من است، اینم کارت تحصیلیشه. شما هر جا برید همینو بهتون میگن. یه زن تنها، شناسنامه صادر از تهران، یه بچه هم همراهتونه. ظاهرا طلاق هم گرفتید. اگه مشکلی دارید ما بریم یه هتل دیگه. حالا من رو شما رو زمین نمیندازم. چند شب میمونید؟ فوقش یکی 2 شب. در خدمتتون هستم. ممکنه خونه یکی از اقوام یا دوستاش رفته باشه؟ به همشون یا سر زدیم یا تماس گرفتیم، اما سراغ هیچ کدومشون نرفته. من قبلا شما رو دیدم. نه خیر. دادگستری، آگاهی، زندان،
نه فکر نمی کنه. وسیله داره؟ چی؟ بله. تو شهرستان فامیل دارین؟ نه آقا، ما اصلا تهرانی هستیم. بله، خودش دوستی شهرستان نداری؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم نه. پس حتما توی هتل یا مسافرخونه است. اگه تو هتل رفته باشه حتما تا فردا صبح پیداش میکنی. یک شب دیگه گذشت و من هیچ برنامه‌ای برای روز بعد نداشتم. تنها چیزی که به من آرامش میداد این بود که احساس میکردم حق خودم رو تصاحب کردم. نیما. کاری رو کرده بودم که از نظر من عین قانون بود. نیما جان، در راست الو، نایی جان سلام. شهرزاد حسام ازت شکایت کرده. دیشب چند تا پلیس اومدن خونه مامان. نشونی تمام دوستان و اقوامو از ما گرفتن. میگفتن احتمالاً به یه هتل رفته. یکیشون میگفت اگه به هتل رفته باشه تا صبح پیداش میکنه. نیما جان باز با منم. اینطوری شما به هیچ نتیجه ای نمیرسین. دارین تعلل میکنین. ما کارمونو بلدیم. شک دارم. شما اگه یکم سریعتر اقدام میکردید تو هتل میگرفتینش. اما میخوایم بشینین تا یکی بیاد بهتون خبر بده که اون کجاست. چی میگی شما؟ ما اینجا صد تا پرونده داریم که خیلی مهمتر از پرونده توه. زنت جنایت نکرده که ما بخوایم کار زندگیمونو بذاریم دنبال اون بگردی. من این حرفا علی نیست. شما باید پیداش کنی. مثل اینکه شما متوجه حرفای من نشدی. چرا؟ کاملا متوجه شدم. برای همین دیگه منتظر شما نمیشم. از بالا اقدام میکنم. هر کاری دلت میخواد بکن. از این به بعد هم اینقدر مزاحم فامیل و دوستا آشناهاش نشو. تنگ شد. اون دفعه که میخواست بره خرید منه با خودش نبود. گفت اگه یه بار دیگه اومدیم میبرم. قول میدم اگه رفتی اونجا نگم بر مثلا چیزی بخری. باشه؟ خیلی خوب هستم. بیا یه سوار شو. نیما جان بیا بالا. گیت کجو میریم من نمیم دوستش رو عزیزم بگی بشین برای خونه مادر بزرگ من یه جای دیگه نمیم. خیلی خب فعلا بیا بالا. نیما، نیما کجا داری میری؟ نیما جان عزیزم مگه تو من قول ندادی؟ اشتباه کردم قول ندادم. خسته شدم. این کار زشته. برش بر. تو دیگه واسه خودت مردی شد. نه کن نمیخوام. مگه ما با هم صحبت نکردیم فدا چم؟ قرار شد یه چند روز. الان چند روز شده. خیلی خوب. حالا فعلا بیا برنشو بریم. من نمیام. من هیچ جا نمیام. خیلی خوب. یا الان با من میای یا میبرم ایت میشه با تو دیگه هم سراغت نمیام.
بود به سبب تا موقع همه چی درست میشه از قول میدم چی گرم فتوت بشم چکوچی به سر مامان همه چی درست میشه یکم بسر میشه تشریف بیاریم طبق سرگو ببخشید خانم تدیان امروز میان یا نه؟ ولی فعلا که با من تماسی نداشتن اجازه بدین از همکارم بپرسم بهتون بخشی خانم بله. چی شد عزیزم؟ سوال کردی؟ بله من سوال کردم هیچ تماسی با دفتر نگرفتم باید میدونم بیام چون دو سه روز گذشتم نیومده حالا این کاری داری من در خدمت نه عزیزم من با خود خانم تدیون کار دارم ببین من تلفن خودم رو قبلا بهش دادم حالا به شما میدم یادداشت کن بهش بگو اگه اومد حتما به من تلفن بزنه بفهم مرسی عزیزم خیلی ممنون شما موکلش هستین؟ خانم تدیانو میگم بله البته اگه گیرش بیارم همیشه همینطوره هر وقت طالب هر کسی هستی سخت گیرش میاری شما مگه مشکلی دارین؟ کارتون بدین دست تدیان همه رقم وکیله البته میبخشین فضولی میکنم آه ببخشید سرکار خانم بله لطف کنید پرسنل این دفتر رو جمع کنید اینجا میخوام باهاشون صحبت کنم مشکلی پیش اومده؟ نه نه ابدا موضوعیه که میخوام باهاشون در میون بذارم در ضمن تلفن این خانمی که رفتم به من بدید بله بله قبل از اینکه فکر کنی تصمیم گرفتی فقط از روی لجبازی فقط برای اینکه برنده باشی هر چقدر که این ماجرا رو ادامه بدی به ضرر خودت همونطور که منو از دست دادی نیما رو از دست میدی بازم فکر کن تنها راهی که داری اینه که رضایت بدی نیما رو بدم به من من تصمیممو گرفتم از پلیس و قانونم هیچ واهمه ای ندارم قانون اینه که نیما پیش من باشه مطمئن باش من جایی نمیرم که تو بتونی منو پیدا کنی شب که میگذشت شرایط برامون سخت‌تر میشد توی اون شب سرد زمستون اون خیابون خلوت و دور افتاده برای ما امن‌ترین جا بود سلام قربان سلام مثل اینکه طرف خیلی دم کلفته کی قربان همونی که میگه زن سابقش بچه‌شو دزدیده
آها حسام پورمند چطور مگه؟ چیکار کردی بابا؟ از ستاد تماس گرفتم سفارش شد پرونده شو هرچی سریعتر پیگیری کنیم معنیش اینه که باید هرچی زودتر زنه رو پیدا کنیم شماره ماشینشو بده بگشتی دادم قربان چند روز پیش اونه مادر و خواهرش رو زیر نظر بگیر این کارو کردم قربان بگو تلفوناشون هم کنترل کنم این کارو هم کردم از دیروز من نبودم یه فکس حوزه فرودگاه بزن این کارم کردی؟ نه خیر قربان خدا رو شکر بگو ممنون خروجش کنم مثل اینکه بچه هم تو پاس مادرشه یه عکسم براشون بفرست راستی سعی کن از طریق موبایلش کنترلش کنی متاسفانه همیشه خاموشه فقط برای مکالمات کوتاه ازش استفاده میکنه یه کاری ندارم بله قربان شب تو خیابون خوابیدی خیلی خوب یکم آرومتر لازم نیست عصبانی بشی من حرفتو میفهمم خیلی بده که من تو خیابون بخوابم بد نیست تازه برای شما هم بدتره هر قرار بشه شب روزم اینجوری باشه من نمیخوام نگران نباش من دیگه شب تو خیابون نمیخوام شهره شما؟ منم شهرزاد، شهرزاد تدیون ای، من تو آسمونا دنبالت میگشتم دختر بیا تو ممکنه یه لحظه بیای پایین معلومه که میام پایین چطوری خانم وکیل؟ چطوری؟ قربونت برم خوبی؟ صد دفعه رفتم دفتره دیگه دستم کلافه شده بودم بیا تو تنها نیستم ای؟ کی؟ پسرم آمده
خب ببین نداره بیرین تو اون شبه میتونیم بشه بمونیم. چه سوالی معلومه که میتونیم بمونیم. مشکلی پیش اومده؟ برات بگم. بریم بریم تو. یکی دو ساعتی میشد اینجا میگرفتم کسی جواب نمیداد. او از بس مزاحم تلفنی داشتم همینطوری تلفن میکرد. بله شناختی؟ ماشاءالله چقدر بزرگ شده. خب شما خوردین؟ خیلی وقته. خب پس یه چای داغ واسه تو میارم. مرسی عزیزم. برای نیمانم. پس یه چای داغ واسه تو، یه هیچی واسه نیمان. شما هر جا دوست داری بشین. مامان کیه؟ دوست مامان. چرا من تا رو ندیده بودمش؟ همه تا همه دوسته مامانو دیدی؟ خب اینم یه هیچی برای جنوبالی. آب نبا بخورم. هیچه ایا؟ چرا اینقدر قیافه خست هست؟ چیز نمیت دیگه نمیکم تنها باشی. ای بابا اتفاقا تنهای تنها خوشبختانم هیچ آقا بالا سری ندارم. پس تو این روزا دفترم سر زدی؟ آره یه مدتی به خاطرم مشکل قبلی؟ آره ولی خودم حلش کردم. یه بلای بی سرش آوردم که تو عمر داری یادش نره. پولم ازش نگرفتم ولی ده برابر بهش خسارت زدم. حالا اون دنبال یه مدرکی از من میگرد. نیما جون عزیزم اگه خسته ای تو برو بگی بخوای. راحتی؟ نه ای کاری داشتی صدا کو باشه. باش. شب بخیر. یعنی هیچ جوری نمیتونستی با شوهرت کنار بیای؟ نه. اشتباه بزرگی کرده بود؟ آره. چی؟ خیانت؟ دلش کن. برات خیلی مهم بود با پسرت باشی. آره؟ آره شاید خودخواهیه. خودخواهی نه غریزه است. اما همیشه فکر میکنم تو چنین شرایطی بچه مال مادرشه. گلی برش استدلال داشتم اما نتونستم به کسی ثابت کنم. در مورد خودم هم نتونستم. مجبور شدم این کارو بکنم. خیلی حال خوبی داره آدم گاهی اوقات قانون رعایت نکنه در مورد همه چیز. اذیت میشی ولی حق تو میگیری. پلیس دنبالم. نه ترس من پشتم. تو کار من رو راه انداختی ولی من کار تو راه میندازم. تو هر وقت هم دلت خواست میتونی پیش من بمونی. بابا مثلا سرم درد میکنه برای اینجور کارا. میدونی آدم یا اینجور کارا رو نباید شروع کنه یا اگر کرد باید تا تش بری. دقیقا. ببخشید خانم دفتر خانم رفعت کجاست؟ انتهای راه رو اتاق اول. معمولا ما برای مصاحبه میاد اما حالا که خودت اومدی بهتر. وقتی کمتری از ما گرفته میشه. فقط سوالات تو خودت تعیین کن که مربوط به همین موضوعی باشه که میخوای. الو خانم احسایی بپرسین شماره جا دارین؟ یه صفحه. ممنونم. از شوهرم جدا شدم. حاضر نیستم بچه‌مو رو اون بدم. خب این شرایطی که زنای زیادی با اون درگیرن. در نهایت هم تصمیم قانونی میشن که اصلا منصفانه نیست. اما من به نمایندگی از طرف همه اونا میخوام با این قانون بجنگم. من بچه‌مو به شوهرم نمیدم. هیچ وقت. اونایی که این قانون رو وضع کردن باید حتما پی به نقصش ببرن. یعنی اگه من مادر بچه‌مو پیش خودم نگه دارم جرمه؟ یعنی اینا همش حرفه. اگه فکر میکنی که به خاطر تو اومدن قانون رو تغییر بدن سخت در اشتباهی. از دست تو همسال تو هیچ کاری ساخته نیست. اگرم فکر میکنی که شوهر سابقت میاد رضایت میده با این چیزایی که تو دربارش گفتی اونم اشتباه میکنی. تهش مرد دیگه. غیر از اینه تو چی میخوای بگی؟ اگه یه ماه دیگه میخوای بچه رو برداری ببری بگی من معذرت میخوام همین الان این کارو بکن. خودت هم عذاب نده. من این کارو نمیکنم. چرا؟ مجبور میشی. اینجور قایم موشک بازی آدمو خسته میکنه.
آدم خستم حوصله جنگیدن نداره. اینجور مواقع بد رفت. همینو برام کادوش کنین لطفا. جناب سرهنگ، من بعدم خدمت خواهش. چی شده؟ یک ساعت پیش بچه ها تو یکی از خیابون ماشین این خانم وکیل رو شناسایی کردن. خب تا چند تا خیابون تعقیبش کردم، سریع تقاطع ماشین رو گذاشته و فرار کرده، نتونستم بگیرنش. در واقع بدشانسی آوردن. زرنگه رد یه نشونی؟ نه متاسفانه. بچه هم همراهش بوده؟ دقیق قربان، حتما یه جای امنی پیدا کرد. یعنی کجا؟ خونه یکی از دوستاش. همه دوستا آشناه زیر نظرن. خونه یه دوست قدیمی که کسی نمیشناسدش. نازم جان سرهنگ، یه خبر دیگه هم دارم. چیه؟ این خانم با یه مجله مصاحبه کرده، دیروز چاپ شده. خودش اومد اینجا گفت این مصاحبه رو براش ترتیب بدیم. میشناختمش ولی من از هیچ چیز خبر نداشتم. به هر حال ما میتونیم مجله شما رو تعطیل کنیم. با یه مجرم مصاحبه کردن میدونید یعنی چی؟ ببین آقا، هم شما این موضوع رو خوب میدونین هم من. اون مجرم نیست که. مجرم بودن اونو من و شما تعیین نمی‌کنیم، قانون تعیین می‌کنه. فقط این نکته رو بدون آقا که این خبر محدود به مجله ما باقی نمی‌مونه. حالا نشونه چیزی ازش دارین؟ تلفن دفتر و منزلش، همین. ما هیچ نشونه دیگه‌ای ازش نداریم. بسیار خوب. من نمی‌فهمم، اون تهران این برانور میره با یه مجله مصاحبه می‌کنه، اون وقت شما نمی‌تونین پیداش کنین. دیگه باید چیکار کنیم؟ تمام پلیس تهران رو بسیج کنیم؟ 10 روز از پیدا کردن یه زن و بچه تو این شهر عاجزی. هر کاری یه قاعده‌ای داره، یا قاعده کارتون رو بلدید که در این صورت دارید کوتاهی میکنید، یا بلد نیستین که باز داری شلوغش میکنی. آه. شلوغش میکنم؟ بچه منو دزدیدن آقا، اون وقت شما نشستین دست رو دست گذاشتین. اینقدر بچه‌م نکن. تو میخوای به دست زن سابق دستبند بزنن، مشکلت بچه‌ت نیست. شما متوجه نمیشی من چی میگم. حتما پدر نیستی. پدر نیستم. خیال میکنی این چیه؟ من پدرم، پدر بودم. تو یه لحظه هر دوشون از دست دادم، هم زن هم بچه. میدونم پدر بودن یعنی چی. تو این قضیه تو اگه برنده هم بشی، چه بخوای چه نخوای، اون مادر بچه توه. بسیار خوب. از نظر من شما اصلا صلاحیت رسیدگی به این پرونده ندارید. اما تو اداره به این بزرگی حتما یه نفر پیدا میشه بتونی مسئله رو حلش کنی.
نمیتونم این کارو بکنم. درسانی مطمئن باش تا الان ممنوع الخروجم کرد. من که نگفتم پاسپورتتو بگی دستت برو فرودگاه. من آدمشو دارم. نمیتونم. نیما، نیما چی شده؟ نیما با تو هم چی شده؟ دلم واسه این بابام تنگ شد. نیما من دیگه با شما حرف نمیزنم. خیلی خوب واسه همجا. الو بیا بابا صحبت کن. الو الو نیما سلام بابا. سلام بابایی، چطوری عزیزم؟ من خوبه. داری گریه میکنی؟ نه گریه نمیکنی. نیما بابا دلش خیلی برای تنگ شده عزیزم. تو هم؟ خیلی دلم واسه شما خونه و دوستان تنگ شده. میدونم بابا، همین روزا زود میارمت پیش خودم. الان کجایی؟ نه الان یه جای هستیم خونه شوهر. بابا باکم که حرف زدی دیگه میری میخوری صدا خواهد. تو که میدونی عصبانیت برای این بچه خیلی بده. این حیوانی چه مربوط از هم؟ شما همتون خوب میدونین که من زندگیمو با شهرزاد دوست داشتم. احساس خوشبختی میکردم، عاشقش بودم. اما اون نه، شهرزاد زن مغروریه. اما خب من اینو نفهمیدم. بعد از طلاق به این امید بودم که یه روزی برمیگرده، اما اون شده بود سنگ. من نمیگم تو زندگیم اشتباه نکردم، اما اون داره چیکار میکنه؟ میخواد هر چیزی که به این داده ازم بگیره؟ حالا دیگه برگشتنش اصلا برام مهم نیست، اما من میخوام نیما رو ببینم. اون بچه من هم هست. اگه باش حرف زدید بهش بگید برگرده. باشه، من رضایت میدم نیما پیشمون باشه. موضوع اینقدر واسه خودت پیچیده نکن. تو کنی مدتی داری میری تعطیلات. طرف آدم مطمئنیه، کارش هم بلده، دفعه اولش که نیست، از قدیم میشناسمش. نگران نباش، همه پلیس های تهران که بیکار نیستن دنبال تو بگردن. من اصلا جدی نبود، دختر باورش شده بود. من نمیدونست که تو برای من مهمی. جدی میگم باور کن. بیا بریم دوستان تماس بیا. ببین اگه یه ماه سرش کم بشه من میدونم تو. من در خدمتتون هستم خانم. حرف خاصی ندارم، فقط این برام مهمه که پسرم توی شرایط سختی قرار نگیره. بعدم این که هر موقع که خواستیم، یعنی شد، بتونیم برگردیم. خانم پاسپورت که داره؟ معلومه که داره. خانم نامی استایل کار منو میدونن، هیچ سختی توش نیست. تا حدودی هم با کانکشن های من آشنا هستم. من برای شما بلیط ارومیه رو میگیرم، یه شب اونجا میمونید، روز بعدش هم مرز بازرگان.
بعدش هم با یه مور اون طرف. ببین انگار داری قانونی از مرز خارج میشی. اگر هم از ترکیه جایی نری راحت میتونی برگردید ایران. تمام. نمیدونستم تصمیم درستی گرفتم یا نه. اصلا فکر نمیکردم یه روز ناچار به رفتن بشم، ولی سعی میکردم به تردیدان غلبه کنم. حالا فقط این برام اهمیت داشت، کاری رو که شروع کرده بودم به نتیجه برسونم. همین. میومدی کسی دنبالتون نبود؟ من متوجه کسی نشدم. گفتم اینجا امن‌تره. روزای اول موازه به خونم بودم، اما چند روزه کسی رو دور و برم نمی‌بینم. نیما حالش خوبه؟ خیلی دلم براتون تنگ شد، خواستم ببینم تو. کی میخوای ادامش بدی مادر؟ خسته شدیم همه. من از همه خسته دارم. حسام اومده بود چند بار گفت به شهرزاد بگیم برگرده، رضایت میدم. گفت تمام کارهای قانونیشو میکنم، هر تضمینی هم بخواییم به همون میده. مادر به ما بگو میخوایی چی کار کنی؟ من باید برم. نیمه تماس موازه به خودتون باشید. خدافظی سختی بود، شاید تا مدت ها نمیتونستم خانوادم رو ببینم، اما چیزی که باعث میشد بتونم همه اینا رو تحمل کنم این بود که اطمینان داشتم نیما از چند روز دیگه برای همیشه مال منه. یک، دو، سه. مامانم کی میاد؟ باز گفتی تو مامانم؟ مامانم کی میاد؟ خوش بیرون بخوابیم بعدن تا مامان مادر من حرف بزن. جناب سرهنگ کیانی؟ جناب سرهنگ کیانی؟ سروان سینا هستم. سوژه رو تا جلوی یه برج تعقیب کردم، الان وارد برج شد. چی دستور می‌فرمایید؟ حالا میتونی بهش اطمینان کنی؟ اگه اینطوریه اولین کاری که میکنی باش تماس میگیری. اگه حسن نیت داره خب اول شکایت رو پس میگیری، بعدم حضانت نیما رو میده به تو. وقتی تمام این کارا رو کرد تازه سرکار علی آفتابی میشه. سلام قربان. سلام. راجع به اسما پرسجو کردم، هیچ کدوم نسبت یا آشنایی با این خانم ندارم. چی دستور میفرمایید؟ خانمی به اسم شوره نامی تو این ساختمان زندگی میکنم. نامی؟ به نظر من به امتحانش میارزه. اگه راست گفته بود که پایان خوشی داری، اگرم چاخان کرده بود که تو راه خودتو میری. کی میتونه باشه؟ کیه؟ منزل خانه نامینه؟ بله. در باز کنید لطفا. پلیس. پلیس؟ من پلیس نخواستم. باز کنید لطفا. بفرمایید.
ما دنبال خانمی به نام شهرزاده تدیان هستیم. خب چه خوب بریم بگردیم پیداشون. مرادش توی این مجتمع پیدا کردیم. آقا اینجا 40 واحده. همه رو می‌گیری فقط من در خونه من در می‌زنی. من قبلا شما رو دیدم. نه هیچ وقت. میشه چند لحظه بیا اینجا؟ نه خیر، بنده دارم استراحت می‌کنم. وقت بعدی هم هست. ای بابا آدم داره استراحت می‌کنه دیگه. گفتم که آقا من تنها زندگی می‌کنم. الان داشتم میرفتم استراحت کنم، برم بگیرم بخوابم، سردردم دارم برد. زیاد مزاحم نمیشین. یعنی چی زیاد مزاحم نمیشین؟ اصلا برای چی اومدین؟ من نمیفهمم راستش برای چی اومدین. اگه میدونستم چیز خوبی بود. حالا میخواین چی ببینین؟ خب بفرمایید خواهش میکنم. اینجا سالن پذیرایی، اینجا هم ناهارخوری. دیگه کجا رو میخواین ببینین؟ جای دیگه وجود نداره. درزی میخوانم اسمشون چی بود؟ تدیون. تدیون. من دادم باهوشم اتفاقا. تدیون اگه بود یادم میمون. اسم جناب علی؟ چی؟ من کیانی. کیانی، آقای کیانی، شما نوشابه چیزی لازم ندارین؟ نه، خیلی ممنون. خب، ببینید، آقای کیانی، اینجوریه، یعنی ببینید اینجا در اصل دو تا اتاق خواب داره، چیزی دیگه هم نداره که شما برید ببینید. بفرمایید اینجا من باریم. عرض نکردم. ببخشید. اینجا اتاق خوابی بنده از جناب آقای کیانی. بله. ولی قیافه شما خیلی آشناست. من الان باید شما رو بازداشت کنم. شما رو همینطور. میدونید که خلاف قانون عمل کردید. اگرم نمیدونستم از طریق شما مطلع شدم. صبح بچه رو ببرید پیش پدرش. بعدش هم خودتون رو به شعبه 5 اداره آگاهی معرفی کنید. منتظرتون هستم. منتظر شما هم هستم. شما از کجا میدونستید که این تو این خونه است؟ توی حکم که چیزی ننوشته بود، چرا بازداشتش نکردید؟ براتون مسئولیت داره. اینطوری ترجیح دادم. امشب مراقب خونه باش. قرار صبح بچه رو ببره. کارش نداشته باش، فقط مطمئن شو که این کارو میکنه. شوهرش هم در جریان بذار که صبح منتظر باشه. خداحافظ. قانون منو دوباره وادار کرد که از پسرم جدا بشم. فقط یه امید داشتم، این که حسام توی این مدت پی برده باشه که من دور از نیما نمیتونم زندگی، دوری که نیما هم راضی بمونه بود. بابا چی داری؟
کاندر تنگ شده بود دادی؟ چه؟ این برای چی خریدن؟ چی؟ بشین. مثل اینکه چند بار رفته بودی خونه مادرم، بهم گفتن گفته بودی رضایت میدی، دیگه منتظرم کارهای قانونیشو انجام بدی. پدر یا مادر فرقی نمیکنه، دوری از بچه ها رو هر دوشون سخته. منم اینو فهمیدم. کی؟ چرا فکر میکنی از این زندگی متلاشی شده نیما سهم توه؟ جواب منو بده. کی؟ مادری که برای تصاحب بچهش دست به یه همچین کاری میزنه لیاقت تربیت کردنش رو نداره. من نیما رو به تو نمیدم، هیچ وقت. دروغ گفتم برای اینکه نیما رو بگیرم. اما گناهم بیشتر از تو نیست که بچه تو دزدیدی. من فقط شکایت هم پس میگیرم. نیما پیش من میمونه مثل سابق. تقلب همه گاییم سخته بسته میشه بکنم. من نمیتونم تو رو ببرم، دست بعد آمدم باباش میبرم فکر چی؟ کوچک پسر کوچک کردی بزنشونت بینه. ها اینجا رو نهیدی، اینجا رو عقب افتادی که.
خانم شهرزاد صدریان ملاقاتی دارم. خانم شهرزاد صدریان ملاقاتی دارم. حاصل کاری که من تنها شروع کردم و تنها ادامهش دادم. بعد از این همه فراز و نشیب به نقطه رسیدم که هزاران زن مثل من در اون قرار دارم. آیا هنوز امیدی هست؟